حکایات سعدی شیرین تر از قلب. این داستان قدر عافیت. آهای ملاح جوان، جای اون چیزها انتهای کشتیه، نه اون جلو. اونا رو جا به جا کن. چشنا خدا، الان اونا رو جا به جا میکنم. به جام زود باش. سفر نسبتاً کوتاهه، دو سه روز یا کمی بیشتر. همه چیزو آوردی جوان؟ بله بله، همه رو برداشتم. خیالتم را. از آخرین سفر دریایی که داشتم مدتها گذشته. خیلی لذت بخشه. من سفر با کشتی رو خیلی دوست دارم. تو چی غلام؟ تا به حال سوار کشتی شدی؟ نه ارباب، من تا حالا این همه آب یه جا ندیدم، اما خیلی سفر کردم. این هم مثل بقیه هست دیگه. ولی برای من کشتی سواری لذت دیگه ای داره، هرچند خطرش هم بیشتره. خطر؟ برای من که آفتاب بیابون، گرگ‌های کوهستان، راهزنان بی‌وجدان مهم نیستن. دو روز کشتی سواری نه تنها خطری نداره، بلکه کم برابرم لذت داره ارباب من. انشالله که همینطور باشه. دیر شد، آخه چرا حرکت نمی‌کنن؟ چیزی به زور نمونده. آی ناخدا، چرا حرکت نمی کنی؟ صبر داشته باش مرد، باید هر چیزی سر جای خودش باشه. حاکم این تأخیر منو اصلا تحمل نمی کنه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و قفلت نخوری. اونو بیار، همه پارچه رو زیر رو کردی. پارچه رو باید دید و خرید، این پارچه ها نامرغوبه. این پارچه ها بهترین پارچه های یمنه، برد یمانی به گوشت نخورده؟ برد یمانی؟ تو به اینا میگی پارچه؟ نه به درد نمیخوره، اونو بیاد ببینم جنسی چطوره. اصلا من پارچه هامو به تو یکی نمیفروشم، بده من اونو. فروشنده نیستی، بده یه نگاه دیگه بندازم شاید ازت بخرم بابا جان. خریدار نیستی، بده من پارچه هامو. بلش کن. چه خبره همسفران، اسکله رو سرتون گذاشتیم. هنوز به کشتی ننشستیم که این تاجر تمک کرده پارچه هامو بخره. خیال کرده من نمیدونم تو بندرگاه مقصد این پارچه ها رو چقدر میتونم گرونتر بفروشم. چون پارچه ها چشم رو گرفتی، خیال کردی میتونی به هر قیمتی که بخواد بفروشی. اگه همین حالا به قیمتی که میخوام نفروشی، حتما تو بندرگاه ضرر میکنی جانم. حالا چه عجله‌ای داریم برای معامله قبل از سفر؟ سوالی میپرسم، اگه در راه کشتی دچار حادثه بشه و پارچه ها رو آب بگیره، کدومتون دلش میخواد پارچه ها مال اون باشه؟ من لا، تموم شد یا نه؟ بله نا خدا. های مسافر جا نمونین، آماده حرکتی بیاین. چه عجب، بالاخره راه افتاده. سپیدی مرغان آسمان در پهنه آبی دریا چقدر زیباست. واقعا قشنگه و همینطورم هم‌هوایی مرغان آسمون با زمزمه موج چقدر شنیدنی. یکم آرامتر بابا جان، میخوام یه چرت بزنیم. شما با اون احساسات شاعرانتون مزاحم استراحت بنده هستین. آهای ملاح، یه مفرش بیار بندازم روی پارچه هام، شاید بارون گرفت. توی این هوای صاف آفتابی؟ ببین ترس از دست دادن ثروت چقدر آرامش رو از تاجرانی مثل اون میگیره. ما شماست.
اما تاجره و بار تجاریش. البته شما که غمی ندارید، سبکبار سفر میکنید. دیدم با غلام خود به کشتی اومدید. راستی غلامتون کجاست؟ راستی کجا رفتین غلام؟ با اجازتون عزیز، عزیز. عزیز اینجا چی کار میکنی؟ ارباب به دادم برسید. عزیز چی شده؟ ارباب خواهش میکنم به دادم برسید. ارباب خب بگو چی شده عزیز؟ چه شده مرد؟ چرا اینقدر پریشونی؟ من میترسم ارباب، میترسم از این همه آب، میترسم. شما را به خدا برگردیم به زائل. ارباب برگردیم. از آب میترسی؟ دریا که امروز آرومه، از چیش میترسی؟ بلند شو مرد، بلند شو تماشا کنیم منظره زیبا رو. خواهش میکنم نه خدا، منو برگردون به ساحل، ما حتما غرق میشیم. برگردیم. چی میگی؟ من هر لحظه منتظرم یه باد به این بادبانا بوزه و سرعتمونو بیشتر کنه. تو میگی برگردیم؟ خواهش میکنم ارباب حقوق یک زال منو به این مرد بدین، اما راضی کنین که برگردیم. آخرش غرق میشیم ارباب. کمک کنین، کمک. از آب چقدر زال ناتوان شدید. آقا عزیز بفرما، اینو بخور حالت بهتر میشه. بلند شو جوان، بلند شو این آبو بخور. باشو عزیز باشو، تو که ترسو نبودی. تو رو خدا منو برگردونید به ساحل. التماس میکنم خدایا کمکم کن، از من میمیرم. این مردم که به دادم نمیرسن همشون با من غرق میشن. عزیز بیچاره چه بیتابی میکنه، به این قیافه الانش نگاه نکنی. تو سفرهای قبلی خیلی شجاع بود، نمیدونم چی شده. ترس آدمیزاد از ندانسته هاشه. غلام شما تا به حال دریا رو تجربه نکرده، گناهی نداره. اما حکیم میترسم این ترس از دریای کمک 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 کنید. ای خدا یا بره. نا خدا یکی از مسافرها افتاده تو آب. ملوان بیا کمک کن. دیدی چطوری داده فریاد میزن؟ داشت قلبش از جای کنده میشه. چه مردم آزارایی هستین شما، اونم همسفر شماست. همسفر؟ البته همسفر ترسو. این غلامی که تو داری داره از دست جونش بالا میاد. از دریا میترسه، گناه که نکرده. ارباب کمکم کنید، من از این ترس و وحشت نجات بدین. قسم میخورم که حقوق یک سالمو از شما نگیرم. هیچ لباسی برام نخرین، شام و نهار منو نصف کنید. فقط منو برگردونید به ساحل، من دارم از دست میمیرم. بلند شو مرد، این دریای آروم که با تو کاری نداره. پس دریای طوفانی رو ببینی چی کار میکنی؟ آره بلند شو و ساکت باش. اگه آروم بگیری و اجازه بدی یکم استراحت کنیم، پاداش خوبی بهت میدیم. راش میگه، نیست که طلب بهت میگه. هرچی بخوای برای میخری. من میتونم با نفوذی که تو قرص دارم تو رو از جاشویی به ناخدای کشتی برسونم. فقط کار بکن که زودتر برسیم به مقصد. ارباب ببخشید، ولی کاری از دست من بر نمیاد. میبینی که باد زیادی نمیوزه، سرعت ما بستگی به باد داره.
التماس میکنم برگرد. میدرزم قرق بگیم اینجا که امنیت نداری. میدرزم میدرزم آخرش قرق بگیم. ما میمیریم. منو برگردیم به ظاهر. دیگه دارم دیوون نمیشم. من با قاربان خودم و به شما میرم. ارباب مهربونم هم از من زک برید. خدایا فقط تو رو دارم که دوری روی این تخت پاره معلق روی آبی خیال نشستید. خدایا به فریادم برس دیگه جونی برام نمونده. بعید میدونم بقیه موافقت بکنن. آخه چاره ای نمونده. همینطور پیش بره عزیز بیچاره از دست میره. من که صلاح نمیدونم. باید خودت به مسافرها بگی. توی این موقعیت جون عزیز برام مهمتر از هر چیز دیگه یه. هم سفرها میترسم این ترسی که تو دل عزیز افتاده آخرش اونو بکشه. ما بر میگردیم و من هزینه سفر و ضرر همه شما رو میپردازم. چی؟ بر میگردی؟ اونه به خاطر یک غلام؟ محاله. من باید هرچه زودتر به حاکم برسم. تا همین حالم کلی گیر کردی. حال اون غلام لحظه به لحظه داره بدتر میشه. دیگه رنگی به روش نمونده. اونو برمیگردونیم ساحل و سفرمونو دوباره شروع میکنیم. ناخدا مجبورم نکنین از شمشیر استفاده کنم. من باید هرچه زودتر به قصر حاکم برسم. بخواین اونو ساکتش کنین. باشه. بیاین این تیکه پارچه رو بکپونی تو دهنش صداش بم میاد. بعدش همونه بندازین تو بشکه هم صداش بم میاد هم هیچ کس نمیبینه چجوری داری میلرزه. جلال خالق شما دیگه کی هستی؟ ارباب تو رو خدا کمکم کن. هیچ نیازی به این کارا نیست. اگه اجازه بدین من اونو ساکت میکنم. چطوری زکتش میکنی؟ اون که با هیچ رای آروم نشد چیکار میخواییم بکنین ها؟ اونو به دریا بندازیم. چی؟ اونو بندازیم تو دریا؟ آره همون که گفتم. هر باب اینا چی میگن؟ حکیم منو مسخره میکنین؟ نه خدا هر چی بخوای بهت میدم. دست بده برگردیم به ساحل. حکیم چی میگین؟ از شما بعیده. اخ با حکیمه اونو بندازیم تو دریا به راهمون ادامه بدیم. بهتره به من اعتماد کنید و هر چه زودتر این کارو انجام بدید. حکیم چی میگه؟ نکنه عقلشو از دست داده؟ تو شهر ذکاوت حکیم زبانزد خاص و عامه. حرف بیراه نمیزنه. توکل کن به خدا. نه ارباب نذارین این کارو با من بکنم. نمیشه غلام عزیز من. بدانم غلام بیچاره چرا زج کشی کمک کنید ارباب. چی داره غرق میشه؟ یه فکری بکن. کمی تحمل کن ارباب. کافی است او رو از آب بیارید بیرون. عزیز حالت چطوره؟ ارباب من زنده هم. خدایا شکر من زنده هم. ارباب من خوشحالم که زنده هم و شما کنار من هستی. الهی شو خدایا شکرت که تو کشتی هنوز نفس می کشم. واقعا که عجب حکایتی. سالها روی دریا سفر کردم و چنین ماجرایی رو ندیدم. خدا را شکر که آرام گرفت. حکیم چه حکمتی تو این کار بود که غلام اینطور آسوده شد و دیگه از اون همه بیقراری و ترس خبری نیست؟ اون تا توی کشتی بود قدر این آرامش و امنیت رو نفهمید. همین که به آب افتاد و خودشو در حال غرق شدن دید فهمید که این کشتیه که اونو سالم نگه داشت. حالا قدر کشتی رو میدونه. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. قدر عافیت کسی داند
که به مصیبتی گرفتار آید.